عزیزان سروران، چون موضوع معشر موضوع خیلی طویل است و نمیشه که در یک وایس میل تمام اجرا ما خلاصه بگیم برای شما عزیزان، از خاطر میخوایم که در بخش های مختلف خدمت شما عزیزان تقدیم بکنم تا شما در این باره معلومات کافی داشته باشین. و تشکری میکنم از این خواهر من که این سوال را کردن، که از برکت این سوال تمام شما عزیزان انشالله که بهره مند میشین. پس در بخش قبلی درباره محشر گفتم که روز محشر یک روزی است که در او تمام مخلوقات در پیشگاه رب عالمیان، در پیشگاه پروردگار جهان گرد هم جمع میشن، مردگان هم زنده میشن و او وقت منادی الله سبحانه و تعالی ندا سر میته، ندای بلند سر داده میشه که ای استخوان‌های پوسیده، ای گوشت‌های ریزه ریزه شده، بلند شوید برای حضور در محکمه الهی، بلند شوید ای گوشت‌های ریزه ریزه شده برای حضور در محکمه الله یگانه قهار. قبرها شکافته میشه، مردگان از داخل قبرها بیرون میآیند و اولین شخصی که از قبرش برمیخیزه رسول مبارک صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم است و در حال مبعوث میشن که ملک ها و فرشتگان به انتظار رسول مقبول ما صلی الله علیه و سلم اونا نشستند. سبحان الله، رسول معظم، رسول بزرگوار اسلام با قرار گرفتن در محضر الهی، اولین چیزی که به درگاه او مطرح میکنه وضعیت امت است. او وضعیت امت خود پیش میکنه، عرضه میکنه، میگه امتی امتی یا رب العالمین. سبحان الله، به قلب زیبای رسول مبارک صلی الله علیه و سلم وقتی که از قبرش برمیخیزه اولین چیزی را که عرضه میکنه میگه امتی امتی یا رب العالمین، امتی ما امتی ما یا رب العالمین. بعد از او تمام مردم از قبرها بلند میشن در حالی که ترس و وحشت اونها را فرا میگیره، سرگردان هستند، نمی فهمن کجا برن. رسول مبارک صلی الله علیه وسلم میگه تمام مردم سرگردان است، اما کسانی که حدود الهی را نگاه کردند، کسایی که نمازهایشان را خواندند، کسایی که با قرآن دوستی کرده بودند در این دنیا، کسانی که سرهای خود به سجده ها زدند، آنهایی که رکوع و سجود را دوست داشتند، آنهایی که قلبهایشان با مسجدها معلق بود، آنهایی که برای نماز جماعت جان می دادند، آنهایی که میمان را دوست داشتند، آنهایی که در راه الله جهاد کردند، مؤمنان مؤمنان. رسول الله میگه صلی الله علیه وسلم حالت مؤمن ایتار نیست، مردم پریشان هستند، همه در غم خود است، اما مؤمن از قبرش برمیخیزه، دو فرشته در کنار قبر از او منتظر از او می باشه. چرا؟ که او را تثبیت بکنه. این فرشته ها بر از این قوت قلب میته که تا او را تثبیت بکنه، که تا او وقتی که او در داخل بهشت داخل میشه، یعنی به هر مومن دو ملک تعیین میشه. سبحان الله، سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه میگه که اگر ترس و حراس روز قیامت نباشه، وضعیت به گونه دیگری تغییر جهت میده. دنیا جنگل میشه، ضعیفا مورد ستم واقع میشه و حق اونا پایمال میشه. ستمگران از مظلومان هر آن چیز را که تمایل داشته باشند چپاول میکنند، اما ایمان به روز آخرت باعث شده که
مؤمن زود اختیار بکنه. اینمی ایمان است که مؤمن دی دنیا چی میکنه؟ با مو ایمان خود چنگ میزنه، با قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم چنگ میزنه، زود اختیار میکنه و دنیا را در مقابل آخرت نمیفروشه. هر انسان دانا که به این حقیقت عزیزان ما پی ببره، در حقیقت او راه رستگاری را پیش گرفته. قرآن کریم درباره کفار و در باره مؤمنان پس از این که اونا حشر میشن اشاره میکنه. کفار چی میگه؟ منافقین چی میگه؟ بدبخت ها چی میگن؟ قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. کفار و منافقین میگن که ای وای ای وای با ما، چی کس ما را از اینجا برانگیخت؟ از این قبرهای ما کی ما را برانگیخت؟ اما در اینجا مؤمنا این رقم نیستن. کسایی که مؤمن است او چی میگه؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. میگه ای امو وعده الهی هست، وعده رحمان ما است، امو که چیزی که رحمان الله سبحانه و تعالی به ما وعده داده بود و پیامبران الهی راست گفته بودند. عزیزان گرانقدر، درباره زمین محشر خدمت شما عرض بکنم. میدان محشر به مو شکل که در احادیث صحیح بر ما آمده، یک زمین بسیار هموار است، به کلی هموار، هیچ تپه هیچ گودالی در او نیست، رنگش سفید است. کوها به فرمان الله سبحانه و تعالی تمامش از بین میرند، تکه تکه پارچه پارچه میشن و تبدیل به یک زمین کاملا مسطح میشن که او بر اجتماع عامه مردم، مؤمن، کافر، نیک، بد، شایسته، فاسد، مفسد، به تمام از این مردم آماده میشه. رسول مبارک صلی الله علیه و سلم در احادیث صحیح تاکید دارند که زمین میدان محشر سرزمین شام است یا سوریه امروز، فستات المسلمین در حدیث آمده. و در این سرزمین مؤمنین که ساکن هستند تحت لوای اسلام قرار دارند که حضرت عیسی علیه السلام او را حمل میکنه و بر علی دجال و همچنان بر علی یاجوج و ماجوج اینا می جنگند. بعد از این مرحله الله سبحانه و تعالی بیماری را، یک مریضی بسیار خطرناک در بین کفار فرود می آوره. اما طوری که امروز ما می بینیم که مرضهای خیلی مدهش و خطرناک آیسته آیسته بیرون آمده راییست، او روز الله سبحانه و تعالی این بیماری را به کفار می فرسته و تمام اینها به این بیماری نابود می شوند. و این کرونا که امروز ما به او مبتلا شدیم عزیزان، این یک بیدار باشی برای مسلمانان است که شما بیدار شوید، ضمیرهای مرده تان را بیدار کنید، ببینید که چی می شود. و در حدیثی که بر ما رسیده، حدیث صحیح، رسول الله میگه صلی الله علیه و سلم که بیماری خطرناک بر کفار فرود می آید و تمام از اونا را نابود می کنه. در این شرایط حضرت عیسی علیه السلام از الله سبحانه و تعالی می خواهد تا زمین را از لوث ای جسدهای کفار پاک بکنه و الله سبحانه و تعالی دعای عیسی علیه السلام را اجابت می کنه. و یک پرندگان بسیار خاصی هست که اونا را مأمور می کنه که تا اجساد کفار را به مناطق دور دست عمل میکنه که هیچ کسی بجز از الله سبحانه و تعالی محل از این اجساد نمیفهمه که در کجا این جسد ها را میبرن. بعد از او الله سبحانه و تعالی باران شدیدی را نازل میکنه که تا زمین
شستشو و پاک شوه، و بعد از او که پاک شد انشالله که در بخش بعدی در مورد عشر شدن انسان ها بر شما معلومات بیشتر میتونم انشالله. تا بخش سوم، الله یار و مددگارتون.